گسترش همکاری‌های منطقه‌ای یکی از اهداف سیاسی و اولویت کاری می‌شود گفت تمام نهادهای افغانستان از جمله اولویت کاری انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌باشد. منطقه ما مانند یک قالین زیبایی است که متشکل از رنگ‌ها و طرح‌های گوناگون و متفاوت اما در یک بستر مشترک فرهنگی و تمدنی می‌باشد. و به عنوان نمونه نوروز بهترین تمثیل و نماد این بستر مشترک میتواند باشد. غمگینانه حوادث مختلف دهها و صدهای اخیر مانند قیچی ما را از خود و از یکدیگر جدا و تکه پاره کردند. همکاری های منطقه‌ای یعنی بازسازی و خلق دوباره این قالین زیبا و برای نیل به این هدف گفتگو بهترین، آسانترین، ارزانترین و کارآمدترین راه و وسیله می باشد. اگر حوادث و بعضی از نیاکان ما قیچی بودند و شدند، ما باید نخ و سوزن شویم برای دوختن و وصل کردند. نخ و سوزن ما گفتگو می باشد. به همین منظور در آغازین روزهای ایجاد انستیتوت مطالعات استراتژیک در خزان پارسال، انستیتوت اولین همایش بین‌المللی خود را تحت عنوان گفتگوهای امنیتی هرات برگزار نمود و چند هفته قبل نیز شهر هرات میزبان دومین دور این سلسله از گفتگوهای بود. در ادامه و در چارچوب پروسه هرات، انستیتوت به این نتیجه رسید که برای بررسی بهتر و کارشناسانه فرصت‌ها و همچنین موانع همکاری‌ها و همگرایی‌ها بین افغانستان و دوستان، خواهران و برادران ما در آسیای مرکزی یک پروسه مشخص و دوامدار نیازمند است که نشست امروز و فردای ما آغاز این پروسه بلند مدت گفتگو بین افغانستان و دوستان ما در آسیای میانه می باشد. برای این امر و هدف ما دست همکاری و دست نیاز خدا به طرف همه همکاران و همفکران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود دراز می کنیم با امید روزی که بتوانیم با استفاده از این رقم قدم کوچکی برای خلق دوباره قالین زیبای نوروزی در این حوزه فرهنگی و تمدنی برداریم. جای خرسندی است که کنفرانس امسال همزمان شده با شب چله و جشن باستانی یلدا، جشنی که هزاران سال است که مردمان این منطقه آن را جشن گرفتن. همانطور که یلدا نماد پیروزی نور بر تاریکی و آغاز زندگی جدیدی است، امیدواریم که این همزمانی بهانه و فرصتی شود برای کمک و غلبه بر مشکلات گوناگونی که همه ما اما با درجات مختلف با آن دست و پنجه نرم می کنیم. اجازه دهید در حضور شما از تمام همکاران و نهادهایی که ما را در برگزاری این کنفرانس یاری نمودن مراتب امتنان و خود را تقدیم بدارم. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جناب دکتر اسپنتا، مشاور ارشد امنیت ملی جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان، همکاران اینا در وزارت دفاع، در وزارت داخله، قماندانی امنیت کابل و همچنین همکاران و دوستان ما در امنیت ملی افغانستان، وزارت‌های امور خارجه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، رادیو تلویزیون ملی افغانستان و به ویژه شاروال محترم کابل که یار و همدم ما بودن از روزهای آغازین به آمادگی ها برای این کنفرانس. از بین دوستان بین‌المللی ما من می‌خواستم به خصوصیت مشخص از سفیرهای کبیر جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری ترکمنستان هم سپاسگزاری کنم به خاطر همکاری و همدلی که اونها داشتن در این مورد. سفارت جمهوری فدرال آلمان و سفارت انگلستان همکاری داشتن در برگزاری این کنفرانس و همچنین نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. من نهایت سپاسگزاری و تشکر خود را نسبت به همه عزیزان تقدیم می‌دارم. Ladies and gentlemen, from the outset I would like to extend a very warm welcome to all of you who kindly accepted our invitation to attend the first Afghanistan and Central Asia dialogue, particularly to our August colleagues and friends who traveled from outside Afghanistan.
very warm welcome to Afghanistan. As I have already stated in my Persian remark about the imperative of dialogue in overcoming our magnitude of challenge across the region. From our perspective at the Afghan Institute of Strategic Studies, we have come to across three competing visions for Afghanistan. The first is held by many of us in Afghanistan, who sees Afghanistan as a contested battlefield of competing powers, a kind of proxy battles of regional and international powers. The other vision about Afghanistan is held mainly by outsiders, who look at Afghanistan as a black security hole and a source of all problems, from terrorism to illicit drugs to recently the prospect of NATO and US military presence in Afghanistan. The third view and vision about Afghanistan, which the Institute wish to promote, is to look at Afghanistan as a connector, as an integrator, and a catalyst for connectivity and cooperation in the region and beyond the region. And the overall objective of this dialogue, ladies and gentlemen, is to help promote and contribute to realization of Afghanistan as a land of opportunity and as a connectivity and cooperation. But the connectivity and cooperation is not only about the field of economy, energy, politics, and security. If not more, it is about the importance of cultural connectivity and integration and mutuality. In other words, Afghanistan and our extended neighbors is the abode of a geoculture of fraternity. On the 21st of this month in Afghanistan, in many parts of the world, we will be celebrating an ancient festival of Yalda. And this table is some families in Afghanistan, Iran, and Central Asia will be celebrating the longest night of years. And it is Shab Challe or the Shab Yalda, which is the year's longest night years. But it might be of interest to know that in the 25th of December, this year, the Christian world will be celebrating the Christmas day and Christ's birthday, which is on the 25th of December. Some of you may know that, but there is a direct connection between the our celebration of Yalda night and the Christmas day here. And if you go back to the history and the origin of the Christmas day, the Christmas day was inspired by Yalda night here. So, this is an example of the disconnectivity that the world shares and the fact that this part of the world is the origin of many, many important cultural heritage of the world heritage. So, a happy Yalda night and particularly happy Christmas day for those colleagues who are celebrating the Christmas day. I would like to conclude by taking this as an opportunity to express once again our heart gratitude to a number of colleagues and partners who facilitated and contributed to organizing this conference for particularly the German and British Embassy for the financial contributions and بریتانیا به خاطر همکاری راه اندازی و همچنان از سفارت خانه هایی که از لحاظ سیاسی ما را همکاری کردن همچنان از یونما و نیروهای امنیتی افغانستان متشکرم به خاطر تامین امنیت این نشست Also, the Afghan Minister of Foreign Affairs, Afghan Minister of Culture, Afghan Minister of Education, Kabul Municipality, and our partners for this process. And all the media partners, I would like to especially thank the Tulu TV for accepting, for having a special coverage of the conference, access to newspapers,
و همچنان تمامی روزنامه هایی که نشسته پوشش میدن و همچنان از نای تشکر میکنم بخاطر پوشش رسانی این نشست. ما امیدوار هستم که این نشست بتونه یک نشست مؤثر برای تمامی کشورهای آسیا شمرده شود. للاٹ ڈاکٹر صاحب داؤد مراٹیان نے تیزیات منانا حالا جا دارد تا شخصیت آگاه و سیاستمدار مدبر کشور جناب دکتور رنگین دادفر اسپانتا مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان احترامانه تقاضا نماییم تا بیانیه اساسی و رهنمودی خویش را پیرامون این کنفرانس علمی و پژوهشی ارائه فرمایند. در دوران ما چراغ ها همه روزه خاموش میکنند، این چراغ هم خاموش است. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مرادیان، سفرای محترم کشورهای همسایه در آسیای میانه، نمایندگان محترم دیپلماتیک مقیم کابل، نمایندگان محترم جامعه مدنی کشور ما، نمایندگان محترم رسانه های همگانی، خانم ها و آقایان، روز شما بخیر. اولتر از همه برای شما آرزوی یک کنفرانس موفقیت آمیز را می نمایم. امیدوارم نتایج مباحث و گفتگوهای شما در این کنفرانس در طرح‌های سیاسی برای منطقه ما به سود مردمان کشورهای آسیای میانه برای داشتن یک منطقه با ثبات و مبتنی بر همکاری و همگرایی با استاب شایسته و لازمی را داشته باشد. در آغاز می‌خواهم یک بار دیگر از داوود مرادیان و همکارانشان به دلیل اهمیتی که به گفتمان‌های همگرایی منطقه‌ای و تقویت این گفتمان‌ها می‌دهند صمیمانه سپاسگزاری کنم. این در نوع خود دومین نشستی است که ما بر روی امکانات و محدودیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای به گفتگو می‌نشینیم. خانم‌ها و آقایان، مسئولیت من در حکومت موجب شد تا من بتوانم بیشتر از گذشته که برداشت‌هایم مبتنی بر داده‌های تئوریک بودند به مسائل سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای آشنایی پیدا کنم. تنگناهای عملی، میراث‌های مانده از دوران استعمار، فقر و عقب‌ماندگی و بحران‌های دولت‌های پس از استعمار و عوامل دیگر بر سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای سیاسی در جهان ما و به خصوص در منطقه ما کماکان مؤثرند. سوگمندانه باید بگویم که هنوز هم نظام منطقه ما از عوامل مخالف و مغایر همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص در حوزه امنیتی متأثر می‌باشد. این عوامل از جانبی از واقعیت‌های متنازع موجود پسا استعمار و از جانب دیگر هم از رویکردها و اقدامات یک جانبی برخی از دولت‌ها و نهادهای دولتی برخی از کشورها و منظور تحقق هژمونیشان ناشی می‌شود. حسابگری‌های هژمونیستی در منطقه و استفاده از تروریسم به عنوان ابزار مداخله در امور کشورهای دیگر موجب تداوم گسست و کاهش در همگرایی‌های منطقه‌ای می‌گردند. با تأسف با پایان جنگ سرد و زوال جهان رقابت‌های ایدئولوژیک، فرصت‌های یک آغاز نوین در سیاست و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای را کم کم از دست می‌دهیم. واقعیت افغانستان و کشورهای آسیای میانه نشان می‌دهد که منطقه ما سرشار از مشترکاتی است که ما می‌توانیم آنها را به سود رفاه و عدالت پایدار برای مردم خود و نابودی تهدیدهای امنیتی مورد استفاده قرار دهیم. نخست، افغانستان
با تمام کشورهای آسیای میانه دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، مردمی و جغرافیایی می باشد. بیشتر کشورهای منطقه ما کشورهای مهات بخشکند. منطقه ما دارای مردمان جوان، مواد خام دارای اهمیت استراتژیک و توان بیمانند رشد اقتصادی می باشد. منابع بزرگ انرژی و مواد معدنی دارای اهمیت استراتژیک برای صنایع معاصر در حوزه ما نهفتند. نیاز مبرم کشورهای نزدیک به ما و کشورهای صنعتی پیشرفته به این منابع نیز واقعیت دیگری است که باید در سیاست گذاری های ما مؤثر واقع شود. دسترسی به امنیت پایدار تنها با توسل به جنگ و استفاده از نیروی نظامی ممکن نیست. ما راه دیگری به جز تدوین و عملی کردن یک استراتژی همگرایی منطقه‌ای برای تحقق رفاه و عدالت در کشورهای خود نداریم. چالش های موجود اقتصادی اجتماعی و بیشتر از آن امنیتی در این منطقه ایجاب یک پاسخ مبتنی بر همکاری های همه جانبه را می نماید. به دلیل اینکه اقدامات آنی و روزمره به تنهایی پاسخگوی چالش های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نمی باشند، ایجاب می کند تا ما سیاست های خود را در زمین های یاد شده نیز گام به گام منطقه‌ای بسازیم. دینامیزم بی امنیتی، چی افرادگرایی و چی جدایی طلبی و یا هر عامل دیگر را می شود با سیاست نظاممندسازی و نهادی کردن همگرایی منطقه‌ای پاسخ گفت. تنها از این طریق است که ما می توانیم خود را از تداوم سیاست های دوران جنگ سرد و مهندسی های پسا استعماری نجات دهیم و به فاعل و مجری سیاست های مربوط به خود ارتقا یابیم. چنین روی کردی موجب خواهد شد تا سهم ما در ثبات و امنیت جهانی نیز از حالت گیرنده پسیف و غیر فعال و با عامل مؤثر ارتقا پیدا کند. بیشتر کشورهای آسیای میانه در معرض تهدید مستقیم و یا غیر مستقیم تروریسم قرار دارند. این تروریسم چی از لحاظ برخاستگاه و چی از لحاظ برخاستگاه و ساختار ایدئولوژیک در تمام کشورهای منطقه ما همسانی‌های بی‌مانندی دارد. پیروزی پایدار بر تروریسم و عوامل بی‌امنی تنها کار یک کشور در منطقه ما نبوده و تنها از طریق نظامی و توسل به زور به صورت پایدار ممکن نخواهد بود. با وجود تلاش‌ها و قربانی‌های فراوان در این جامعه خواهیم بگویم که این به معنای مبارزه با تروریسم از طریق با توسل به اسلحه عدم مبارزه با تروریسم از طریق توسل به اسلحه نیست. منظور من این است که پیروزی پایدار بر تروریسم یک روند، نه یک پروژه، یک روند فراگیر اجتماعی و اقتصادی است که در آن دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم به عنوان اصول و پیش شرط های اساسی در همه جای دنیا باید مورد نظر قرار بگیرند. با وجود تلاش ها و قربانی های فراوان افغانستان و متحدان ما از هر گوشه جهان، متاسفانه منطقه ما هنوز هم در معرض تهدید جدی تروریسم و تهدیدهای افراطی قرار دارد. ما همه می دانیم که امنیت پایدار بدون امنیت اجتماعی و اقتصادی ممکن نخواهد بود. بدون شک تحقق امنیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه آسیای میانه در گرو همگرایی در منطقه است. پرسش اساسی این است که آیا مجریان سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌سازان در کلیت این کشورها و ساختارهای سیاسی موجود در کشورهای ما در آن حد از آمادگی و توانایی قرار گرفتند که بتوانند آرمان همگرایی منطقه‌ای را ورای گرایش‌های ایدئولوژیک و رویکردهای تنگ ناسیونالیستی در عمل پیاده کنند؟ من در سالهای اخیر شاهد نشست‌های گوناگون میان نمایندگان دولت‌ها و نهادهای اکادمیک و جامعه مدنی در رابطه با همکاری و همگرایی منطقه‌ای بودم. با تأسف باید بگویم که در واقعیت در موضوع همگرایی منطقه‌ای در حوزه ما، با وجود اینکه یک تعداد سازمان‌های منطقه‌ای میان دولت‌ها ایجاد شدند، اکو، سارک، شانگهای و غیره، دیگرگونی‌های چشمگیری رونما نگردیده است. یک سیاست معنیدار منطقه‌ای به باور من
ایجاب میکند تا اقدامات ما در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی، سرمایه گذاری، تامین انرژی، مبارزه با جرایم سازمان یافته به شمول مبارزه با مواد مخدر هماهنگ و همسو گردیده و در نهایت توسط تصامیم جمعی و اتخاذ سیاست‌های مناسب اجرایی گردند. چنین هماهنگی و همکاری ایجاب میکند تا نه تنها ارگان‌های منطقه‌ای دو جانبه بلکه نهادهای اکادمیک و جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز با یکدیگر همکاری مداوم، مستمر و گسترده داشته باشند. خانم ها و آقایان، احداث شبکه‌های انتقال انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی مانند پروژه کاسای گزار، احداث شبکه‌های راه‌آهن از جمهوری تاجیکستان از طریق افغانستان به ترکمنستان، تمدید راه‌آهن آمده از ازبکستان و وصلان به شبکه‌های پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، همه فرصت‌هایند که موجب گسترش پیوندهای بیشتر کشورهای ما و وصل منطقه ای ماهات به خشکی ما به تأسیسات بندری خلیج فارس و بحر هند می شود. من خوشحالم از این که بگویم که افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در این رابطه نخستین گفتگوهای مؤثر و نتیجه زا را آغاز نمودند. کشورهای ما همه مسیرهای اصلی جاده ابریشم در گذشته بودند. وصل مواصلاتی و ترانزیتی این منطقه با احیای جاده ابریشم از جمهوری مردم چین تا قلب اروپا زیر عنوان جاده ابریشم نوین در واقعیت اقدام بزرگ تاریخی برای احیای اهمیت سرزمین‌های ما در مبادلات اقتصادی جهان کنونی می باشد. چین روندهای مکمل ابتکار قلب آسیاست که افغانستان آن را به مساوی یکی از تلاش‌های اصلی برای همگرایی منطقه‌ای می‌پندارد. تقویت وابستگی‌های بیشتر اقتصادی از طریق توسعه ترانزیت، تجارت و تقویت بیشتر پیوندهای فرهنگی و همگرایی ساختاری بدون شک زمینه توسعه و تعمیق همکاری‌ها را در منطقه ما گسترش داده و به گونه اجتناب ناپذیری زمین ساز مسئولیت پذیری بیشتر در این حوزه تاریخی خواهد شد. برای من جای خوشحالی است که فرصت می‌یابم با دوستان و همراهان و همسایگان و شرکای تاریخی و فرهنگی خود در این محفل گفتگو کنم. از اینکه این فرصت به من داده شد تا در حضور شما فشرده از دیدگاه‌های خودم و جمهوری اسلامی افغانستان را ابراز کنم، سپاسگزار هستم از داوود. تشکر میکنم که این فرصت را با همراهانشان مهیا ساختند. برای شما گفتگوهای پربار و نتیجه زا آرزو میکنم. خداوند به همراه شما باشد. تشکر.